تأکید رئیس جمهور اوباما بر ختم مسئولانه جنگ افغانستان، درخواست رئیس جمهور کرزی از آلمان برای میانجیگری مجدد در روند صلح افغانستان و انتقاد تند مجلس سنا از سیاست تضرع حکومت افغانستان در برابر پاکستان. به نام پروردگار یکتا و با عرض سلام به اولین بخش از برنامه خبری این ساعت ما خوش آمدید. من کریم الله امینی هستم. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا یک بار دیگر تعهد کرد که جنگ فعلی افغانستان را به پایان می رساند. آقای اوباما می گوید شبکه القاعده که زمانی افغانستان را به محل امنی برای خود تبدیل کرده بود در حال شکست است و دیگر تهدیدی برای امریکا و متحدانش به شمار نمی رود و از این رو می توان جنگ افغانستان را به شکل درست آن به پایان رسانید. و همچنان از استراتژی افزایش سرباز در افغانستان تا زمانی خروجشان از این کشور حمایت می کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در دیدار با نیروهای یک تیم ماهرین جنگی خارجی کشورش در نیادا می گوید که القاعده در حال شکست قرار دارد و دیگر تهدید را متوجه امریکا و متحدین این کشور نمی کند. از زمانی که من به حیث رئیس جمهور ایفای وظیفه می کنم با متحدین خود یک جا کار کردیم تا سران مهم القاعده را از بین ببریم. من از نیروهای ورزیده خود تشکری می کنم که بزرگان مهم القاعده به شمول اسامه بن لادن رهبر این شبکه را از بین بردن. شبکه القاعده دیگر هیچگاه تهدید را متوجه ما نمی سازد چرا که در آستانه شکست قرار دارد. از سوی هم آقای اوباما یک بار دیگر به مسئولانه پایان دادن جنگ افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که پیش از پایان یافتن این جنگ پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در سال 2014 میلادی کاملا به پایان خواهد رسید. آقای اوباما می‌گوید که علی‌رغم خروج نیروهای خارجی از افغانستان اما کشورش به حمایت خود از افغانستان ادامه خواهد داد تا از این کشور دیگر علیه آمریکا استفاده نشود. من تعهد می کنم که ماموریت امریکا را دیگر در افغانستان به پایان می رسانم. تحرکات طالبان را شکست داده و ظرفیت نیروهای ملی افغان را تقویت خواهیم کرد. این درست است که سربازان ما باز خواهند گشت، اما امریکا با افغانها روابط مستحکم و قوی خواهد داشت و همه چیز را از نزدیک نظارت خواهد کرد که با این کار خاک افغانستان هیچگاه برخلاف امریکا استفاده نخواهد شد. از سوی هم آقای اوباما می گوید که برای به پایان رساندن جنگ افغانستان استراتژی جدیدی تهیه کرده است که بر اساس آن نیروهای بیشتری به افغانستان فرستاده خواهد شد تا این ماموریت را به پایان برسانند. آقای اوباما تاکید می کند که نیروهای بین المللی توانستند در یک مدت کم طالبان را به عقب نشینی مجبور نمایند. ما بعد از 10 سال جنگ در آنجا پیشرفت کردیم. الا پایان سال جاری میلادی 30,000 سرباز دیگر نیز به کشور باز خواهند گشت. در سال آینده نیروهای ملی افغان امنیت مناطق خود را به دوش خواهند گرفت و در سال 2014 این پروسه به پایان خواهد رسید. این در حالی است که ادامه جنگ در افغانستان کشورهای ناتو را به شدت دلزده ساخته است و امریکا در تلاش است تا هر قسمی که شده این جنگ را پایان دهد، اما اینکه چگونه با گذشت زمان روشن خواهد شد. رئیس جمهور کرزی خواستار میانجیگری مجدد آلمان در مذاکرات صلح با طالبان شده است. رئیس جمهور کرزی در گفتگو با مجله شپیگل آلمان نوشته است آلمان میتواند نقش مهمی را در گفتگو با طالبان ایفا نماید. هرچند برلین درباره احیای تلاش‌ها در این راستا تا حال چیزی نگفته است، اما اشتاینر سفیر آلمان در هندوستان در بهار سال جاری گفته بود که میانجیگری دوباره آلمان در این مذاکرات ممکن است بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر آغاز شود. آقای اشتاینر تاکید کرده است که مذاکرات با طالبان تنها در صورت موفق شده می تواند که رئیس جمهور کرزی از آن همه جانبه حمایت کند. به دنبال درخواست ها از ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و قطر این بار رئیس جمهور کرزی از آلمان خواسته است که میانجیگری را برای مذاکرات صلح با طالبان دوباره آغاز کند. وی در گفتگو با مجله شپیگل آلمان تاکید داشته است نقش آلمان می تواند در موفقیت پروسه صلح در افغانستان کمک نماید. آلمان در نشست توکیو وعده همکاری در روند صلح افغانستان را داده است.
آلمان در سالهای 2010 و 2011 هم بین نمایندگان طالبان و ایالات متحده میانجیگری کرده بود. در آن وقت نماینده خاص آلمان مایکل شتاینر یک هیئت طالبان را تحت رهبری سید طیب آقا که از نزدیکان رهبر طالبان ملا محمد عمر می باشد به شهرک پولاخ نزدیکی شهر منشن انتقال داد تا با نمایندگان وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا ملاقات کند. در مذاکرات بین طرفها مقامات آمریکا در مورد آزادی 5 محبوس طالبان از زندان گوانتانامو صحبت کردند و طالبان هم در مقابل آن درباره آزادی یک سرباز آمریکایی که در سال 2009 به دست آنها اسیر شده است سخن گفتند. علاوه بر آن موافقه صورت گرفت که طالبان در قطر دفتر سیاسی خود را باز کنند که این عمل می توانستند در مذاکرات بعدی صلح نقش اساسی داشته باشد، اما به خاطر عدم پیشرفت در مذاکرات این طرف باز نشد. اما در آن وقت رئیس جمهور کرزی به خاطر که حکومتش در این تماس ها دخیل نبود اعتراضات را بر روند مذاکرات آغاز کرد و در حالی که تازه روزنه امید برای پیشرفت مشاهده می شد این مذاکرات متوقف شدند. در اوایل سال 2012 طالبان تماس ها را کاملا قطع کردند. برلین درباره احیای تلاش ها در این راستا تا حال چیزی نگفته است، اما شتاینر که اکنون سفیر آلمان در هندوستان می باشد در بهار سال جاری گفته بود میانجیگری دوباره آلمان در این مذاکرات ممکن است. آقای شتاینر تاکید کرده است که مذاکرات با طالبان تنها در صورت موفق شده می تواند که رئیس جمهور کرزی از آن همه جانبه حمایت کند. آیسف می گوید که در جریان سال روان بیش از 255 سرباز نیروها در افغانستان کشته شدند. آیسف مناطق شرقی افغانستان را که در آن بیشتر افراد شبکه حقانی فعالند را خطرناک و هنوز هم مرکز اصلی درگیری ها عنوان می کند. از سوی هم آیسف ماین های کنار جاده ای را از مرگبارترین شیوه شورشیان برای هدف قرار دادن نیروهای خارجی می خواند و از تیراندازی نیروهای امنیتی افغان بر همسنگران خارجیشان به شدت ابراز نگرانی می کند. سایت اینترنتی آی کشویل که رقم تلفات نیروهای ناتو را در افغانستان پیگیری می کند می گوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 255 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند، چیزی که یک خبرنامه نیروهای ایسف که امروز منتشر شد نیز آن را تایید می کند. با این حال یک فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان که از ذکر نامش خودداری کرده در گفتگو با این سایت اینترنتی انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای، حملات انتحاری و هدف قرار گرفتن نیروهای خارجی از سوی نیروهای امنیتی افغان را از مرگبارترین شیوه شورشیان برای افزایش کشتار نیروها عنوان کرده است. آمار کشته شدگان نیروهای خارجی در صحنه نبرد با شورشیان طالب به شدت کاهش یافته است، چون ما توان این گروه را از بین بردیم، اما گسترش انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای و جان دادن افرادشان در میان نیروهای امنیتی افغان که نیروهای خارجی را هدف قرار دادند هنوز هم از مرگبارترین استراتژی‌های این گروه به شمار می‌رود. این فرمانده نیروهای خارجی شرق افغانستان را هنوز هم از خطرناک‌ترین مناطق عنوان کرده و می‌گوید که در سال روان بیشتر جنگ و عملیات‌های نظامی علیه هراس افغانان در این مناطق متمرکز بوده است، جایی که بیشتر در آن اعضای شبکه حقانی فعالند. شرق افغانستان در حال حاضر از خطرناکترین مناطق است، چون نیروهای ما در آنجا سخت‌ترین نبردها را با شورشیان انجام می‌دهند. شورشیانی که بیشتر از خاک پاکستان وارد این مناطق می‌شوند، اما هدف ما این است که امنیت را در افغانستان به وجود بیاوریم و هراس افغانان را به هر قسمی که شده هدف قرار دهیم. بیشتر نیروهای خارجی مستقر در شرق افغانستان آمریکایی هستند و افراد درگیر با این نیروها اعضای شبکه حقانی هستند، شبکه‌ای که در خاک پاکستان فعالیت دارد. آمریکا این شبکه را خطرناک‌ترین گروه توریستی در افغانستان خوانده و قرار است آن را در لیست سیاه خود شامل سازد. قابل یادآوری است که سال 2001 میلادی بدین سو بیش از 3100 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند که اضافه از 2050 تن آنها آمریکایی بودند. علیرغم تلاش شدید حملات علیه شورشان طالب در 10 سال گذشته، اما فرماندهان بلندپای نیروهای خارجی می‌پذیرند که این گروه هنوز هم شکست نخورده و بسیار هماهنگ و مدیریت شده عمل می‌کنند. سیاست‌های تضرع حکومت در برابر پاکستان ضربه بزرگی را بر اقتصاد کشور وارد کرده و مشکلات زیادی را برای تجارت و ترانزیت به بار آورده است. اعضای مشران جرگه با تاکید بر این مطلب می‌افزایند حکومت باید در برابر کارشکنی‌های پاکستان در تعهدات تجاری با افغانستان عمل بالمثل نماید.
در این حال اعضای مجلس سنا خواستار استهزای وزیران تجارت و خارجه شدند. از سوی هم خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت حکومت را به پاگریزی در تعهداتش برای حل مشکلات تجار متهم می کند. خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت برای معلومات در مورد مشکلات تجارتی و خودکامگی پاکستان با تاجران افغان به مجلس سنا فراخوانده شد. آقای الکوزی تاکید دارد با وجود توافقنامه بین‌المللی تجارتی ابتا با پاکستان هنوز همین کشور یک جانبه اقدام می نماید و تمامی قوانین تجارتی و بین‌المللی را زیر پای گذاشته است. وی تاکید دارد پاکستان اجازه نمی دهد تا تاجر افغان محصولاتشان را طبق قوانین از راه زمین به هندوستان و دیگر کشورها صادر نماید، در حالی که پاکستان با استفاده از راه آسیای میانه اموال تجاریش را به پیمانه دلخواه انتقال میدهد. متاسفانه چه روسته به قرارداد نه دا معلومه شوه همه امتیازات چه من پواده که غفتل اغا من ترانه شو او من نه دا امتیازات واقستر شو پا کال که تقریبا نه هزار تنه نه میلیون تنه خالی سیمت دو دوی اسیا میانه تزیه زمان دلاره نه منگو تا طول امکانات مساعد کرد، مگر زمانگا میووز هم دا آغا مشکلات اس رو خامخ دا یوزل مال پتور خم کی چکی گی، پچامن کی چکی گی. با این حال اعضای مجلس سنا تاکید دارند همه این مشکلات برخواسته از ضعف و سیاست‌های ترانزیت حکومت در قبال پاکستان است. اعضای مشران جرگه تاکید دارند پاکستان انتقام زد و بندهایش با آمریکا و روابط خارجی سیاسیش را با این کشور را از افغانستان می‌گیرد و باید به این کشور اجازه دادن نشود. متاسفانه یکی از جمله ضعف‌های بسیار جدی که باعث جرأت حکومت پاکستان در این مورد شده عدم موقفگیری سالم حکومت ما در بروز همچی موارد هست که متاسفانه ایواز از اینکه وزیر تجارت در این مورد دلائلای مقنی داشته باشند بسیار کوشش کردند که این موضوع را توجیه بکنند. دولت چون همیشه پالیسی روشن نباشد به ارتباط همسایه و اقصا در قسمت تجارت ترانزیت و پیشنهاد شما این بود که باید عمل بالمثل صورت بگیره. زه فکر کمان چه در زمو وزیران و در مزمو کابینت که دایشی در مشوه گواندیان ورکوی ذکر دی گواندیان سر جمهور مشکل و دو ایس نیدی باید وزیر خارجه و وزیر تجارت را او گفتشی کچیری که خپل مسئولیت دای باید متوجه شی خپل مسئولیت باید دای حال که کچیری که وزیفه نیشی کرده در همین حال برخی از سناتوران از بلند رفتن بهای گاز و مواد غذایی در ایام ماه رمضان انتقاد نموده و اتاقهای تجارت را در امر جلوگیری و کنترل قیمت ها مقصر می دانند. اما اتاقهای تجارت می گوید کنترل نفت و گاز کار وزارت تجارت می باشد. نه تنها حکومت پاکستان بلکه ایران هم بعد بعضن مشکلات را در مورد افغانستان ایجاد میکنه، ترکمنستان هم ایجاد میکنه، تاجیکستان هم ایجاد میکنه. فلحال شما استراتژی درست را ندارید، حکومت افغانستان هم در این راستا استراتژی درست نداره. تاسو بیهجه که دغه شر ډیر بیرته هم په خپل تجارانو په ما بیس کړي چې یا ګاز بند کړي چې د دې ګاز درته خرڅې تاسو په ډېر واده موږ ته دی که تیل بند کړي بیا بیرته د دې خپله تیل پورته شي تاسو به موږ ته تل په بندر کې مات څه ووایه د څو تجاران سره دی چې د تیلو قرارداد موږ ته د مزاد والي صاحب ته به څوک نشي کولی. حالا در ماه مبارک رمضان یک کیلو انگور درمی خود بازار تن و 120 افغانی به فروش میرسه، این هم چرا کنترل نمیشه؟ مثلا یک کیلو برنج به یک خانواده ضعیف و مظلوم و دربدر که مثلا این روز در ماه مبارک رمضان میخواه روزه بگیره، خب یه به 80 افغانی به 100 افغانی هست. از سوی هم معاون اتاقهای تجارت از مشکلاتی چون اخاذی در مسیر راه از سوی پلیس، بروکراسی در ادارات و عدم سهولت برای تجار خبر می‌دهد و تاکید دارد که بارها حضوری و کتبی از رئیس جمهور خواست است تا بر این مشکلات رسیدگی شود، اما کاری از رئیس جمهور کرزی ایجاد یکی دو کمیسیون بوده است که بعد از چند روز دوباره غیر فعال شدند. ما تقریبا 50% مواد خوراکی از همسایه می ما او جنس نمی خواهیم که عمل بالمثل شود. با ترانزیت ما که عمل می شود با ترانزیت او هم باید بالمثل عمل شود. میوه ما که خراب میشه کیله ما باید خراب شود. کیله به درد مردم نمیخورن، مالته به درد مردم نمیخورن. بانک باغدار اون ضربه ببینن. او که سیمتش میره به آسیای میانه سیمتش را باید بند کنه. از سوی هم اعضای مجلس سنا با اتفاق آرا خواستار استعضاء وزیران خارجه و تجارت به این مجلس شد. که چیر تن موافقی از راتون که با وزیر تجارت و وزیر خارجه سرد و تق تجارت مسئولین رو را غوارو که تایید مهربانی وکیلاسونه دیدید.
یک منبع در جبهه ملی افغانستان که نمیخواهد اسمی از وی برده شود میگوید که دکتر حسین علی یاسا از مؤسسان این جبهه و مسئول افغانستان گروپ از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت شده است. به گفته این منبع ریاست امنیت ملی آقای یاسا را به اتهام جاسوسی با سازمان‌های استخبارات خارجی گرفتار کرده است. مقام‌ها در اداره امنیت ملی تا کنون در این مورد اظهار نظری نکردند. این در حال است که حزب وحدت مردم افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که دکتر حسین علی یاسا صاحب امتیاز افغانستان گروپ و از اعضای ارشد این حزب از روز گذشته به این سو زمانی که از هتل انتر کانتیننتال در حال خارج شدن بود اختطاف شده است. شبکه نهادهای مدنی افغانستان حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر مناطق شرقی کشور را به شدت محکوم کرده و سیاست پاکستان را در این قبال دو پهلو عنوان می کنند. با باور این شبکه پاکستان از یک طرف دوست و از طرف دیگر دشمنی خود را نشان می دهد. از سوی دیگر این شبکه خواهان مسئولیت راه‌های ارتباطی با مناطق مرکزی کشور از سوی حکومت شده و میگویند که ناامنی در این مسیر باعث بروز برخی چالش‌های جدی شده است. شبکه نهادهای مدنی حملات راکتی نیروهای نظامی پاکستان به خاک افغانستان را به شدت محکوم کرده و دولت افغانستان را متهم به بی‌توجهی در این زمینه می‌کند. به باور این شبکه دولت افغانستان در قبال سیاست دو پهلوی پاکستان آرام بوده و حالا باید موضع خود را در این زمینه اعلام کند. شبکه نهادهای مدنی افغانستان همچنان می‌گوید که دولت افغانستان باید هر چه زودتر شکایتی را با شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان بگذارد. از یک جانب دولت ملکی پاکستان دیپلماسی و روابط خود با افغانستان میخواهد نیک نشان بده و از جانب دیگر نظامی های پاکستان و نیروی نظامی پاکستان بالای افغانستان تعرض بشرمانه میکنه. این شبکه همچنان از ناامنی های راه های ارتباطی به مناطق مرکزی ابراز نگرانی کرده و از دولت افغانستان خواهان مسئولیت این راه ها با مناطق مرکزی شده و میگویند که ناامنی ها در مسیر راه ها باعث کشته شدن افراد ملکی توسط مخالفان مسلح شده و همچنان در برخی موارد افراد ملکی مورد اخاذی قرار گرفتند. به باور شبکه نهادهای مدنی افغانستان مناطق مرکزی افغانستان هرچند از مناطق آرام کشور به حساب می آید اما دولت در این مناطق توجه در زمینه امنیت بیشتر و انکشاف نداشته است. دولت افغانستان با تمام قوت و امکانات نمیتونه 20 کیلومتر حداقل امنیتشون را تامین بکنه که ما شدیداً از مسئولین امنیتی ولایت میدان مردک و از دستان در کاران امنیتی در این مورد شکایت داریم. این موضوع بارها از طریق رسانه ها و از طریق صحبت های مستقیم با جناب رئیس جمهور با وزارت داخله با مقامات زی صلاح مطرح گردیده ولی او طور که اجاب میکردن متاسفانه این موضوع جدی گرفته نشدن. مردم مرکزی مردم مدنی هستند که نه درد سر برای دولت افغانستان خلق میکنه و نه برای نیروهای بین المللی، همیشه مردم صلح دوست هستند. متاسفانه به جای ازی که بازسازی در اون مناطق صورت بگیره نه تنها دولت و جامعه جهانی در قسمت بازسازی و مناطق کار کردن، متاسفانه حتی 15 کیلومتر راه اونا را امنیت هم نمی سازن. با گفته این شبکه وجود ناامنی ها در این مسیر باعث افزایش نرخ از جمله مواد خوراکی و مواد ارتزاقی در مناطق مرکزی شده است. از سوی هم به گفته مسئولان این شبکه در جریان ناامنی ها در مسیر راه های ارتباطی مناطق مرکزی در یک سال گذشته نزدیک به 55 تن جان خود را از دست داده و در تازه ترین مورد دو روز پیش 6 جوان دانش آموز در راه میدان وردک توسط طالبان سر بریده شدند. ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغانستان امروز سه شنبه در یک راهپیمایی چند ساعته خواستار مبارزه جدی علیه فساد اداری و کارشکنی مقامات حکومتی شدند. این ارگان شورای ملی را نیز متهم به چشم پوشی از فساد اداری در کشور نموده و از اعضای مجلسین خواستند تا بر اعمال حکومت نظارت جدی نمایند. ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغانستان از حکومت و شورای ملی می‌خواهند تا افراد آلوده با فساد اداری را شناسایی و به دادگاه معرفی نمایند. مرگ به هر کسانی که پدی وطن اسرائیل سوزیدی. مرگ به مطلب بندی. مرگ به زکو پرامدگان
حق دی ملت کرده دی باید خائنان را وغواری دی باید محاکمه کی فساد اداری نه تنها په شروالی کی نه تنها په ملی دارو کی نه په تنها په دولتی دارو کی نه تنها په نظامی دارو کی بلکه په ټولو ادارو د افغانستان کی فساد اداری جنجال لري دا چې په هیواد کې په دې وروستیو کلو کې د فساد کچه بډې اخیستل بیوروکراسي د خلکو زورول دولتی او غیر دولتی ځمکو چور او چپاول بد امنی ظلم بیکاری او اداري فساد وروستي پړاو ته رسیدلی. والی میدان وردک میگوید که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولسوالی جلریز این ولایت 15 تن از افراد مخالف مسلح کشته شدند. با گفته محمد حلیم فدایی این درگیری که بعد دنبال عملیات تصفیوی سحرگاه امروز آغاز گردید هنوز هم ادامه دارد. با گفته مقام های امنیتی ولایت میدان وردک این عملیات از سوی نیروهای پلیس، اردوی ملی و امنیتی ملی با هدف پاکسازی این منطقه از وجود مخالفان مسلح برا انداخته شده است. بیننده های عزیز، بخش دوم خبرها را پس از یک میان برنامه کوتاه در مجمع خبری نیوز باکس پیگیری نمایید. وقت شما خوش، خدا نگهدار.